هر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. ای بهار نیستی، از نقش خود آگاه باش. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عزیز بیننده نور و اخسن، دوستداران برنامه زندگی، سلام. نیمه روز شنبهتان بخیر. امیدوار هستم هفته را با صحت و تندرستی آغاز نموده باشه. در خدمتتان هستم و امروز شنبه در خدمت یک بزرگوار و حضور شخصیت را با خود دارم که همه با چهره و کارکردها و فعالیتهایشان آشنا هستین و اما بیشتر و بیشتر آشنا میشیم با ایشان. جناب دکتر سید مخدوم رهین با ما از در استدیوی زندگی و گپ و گفت داریم پیرامون کارکردها و فعالیتهایشان و آنچه که در طول عمر انجام دادن. همراهیتان را خواهان استم. جناب رهین، خوش آمدین به زندگی. سلامت باشین. تشکر از شما که از ما دعوت کردین. افتخار بخشیدین. روال برنامه زندگی به نحوی است که در ابتدا مهمان بزرگوار معرفی کوتاه از خود می داشته باشن. بله، خب نام من را خوب گفتین، تکرار لازم نیست. ما در کابل متولد شدیم و منصوب به یک خانواده روحانی از سادات کابل هستم. نقش خانواده ما، از آبا و اجداد ما در تاریخ اسلام و تاریخ افغانستان بسیار روشن است. جد چهارم من میرحاجی پیشوای روحانی جنگ اول افغان و انگلیس بود که در سراج التواریخ و دیگر آثار و دوره درباره‌شان زیاد صحبت شده و او فرزند میر واعظ مشهور کابلی و میر واعظ فرزند میر ابوالقاسم که قطب العارفین لقب داشت و در این منطقه از کشمیر تا به بخارا به میلیون ها تن پیرو و مرید داشتند، در این حال که عالم بزرگ دین بود. پیشوای چهار طریقت عرفان اسلامی هم بودند و تحصیلات ما در به درجه دکتراست و به مجرد ختم تحصیل در زمان ریاست جمهوری مرحوم داوود خان من به حیث استاد در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به کار آغاز کردم و بعدن هم در کمیسیون قانون اساسی جمهوری داوودی نقش داشتم و در این حال در رأس اداره فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات فرهنگ بودم در او زمان. در او زمان که البته بسیار جوان بودم، حتی شکست و ریخت نبودم، حال هم ماشاءالله جوان هستی. و تا به هفت ثور، باز به هفت ثور که حریفان را نه سر ماند و نه دستار، من هم مغضوب دستگاه واقع شدم و یک سال مطلقا در خانه بودم و هر روز انتظار رفتن به پل چرخی و تا دست روزگار مرا از چنگشان نجات داد. بعد به جهاد افغان، یعنی راهی پل چرخی هم شدین؟ نه خیر نشدم. اگر می شدم دیگه اینجا نمی بودم، چرا بسیاری کسایی که مثل من بودن رفتن و برنگشتن و بعدن با هجوم قشون سرخ به افغانستان به جهاد ملت افغانستان پیوستم بر 12 سال و بعدن از رهبران جهاد رنجیدم به دلایلی که در اون زمان به بی بی سی هم گفتم و رفتم به امریکا و ولی ارتباطم هیچ وقت با افغانستان قطع نشد. در تاریکترین روزهای کابل که شهر گرامی آماج هزاران راکت بود، من در شهر کابل بودم و بارها در زمان جهاد و بعد از او به ولایات مختلف افغانستان با موتر، پای پیاده، با اسب سفر داشتیم. نظر به امکانات زمان دیگه، نظر به فاصله. اگر می رفتیم مثلا به
پکتیا با موتر میشد که آدم بره و منتها سر موتر گل میکردند و بر روی شاخهای درخت میماندند که از هوا هلیکوپتر متوجه نشه. ولی به نواحی دوردست، یعنی وضعیت به این حد بحران بود و شما فعالیت داشت. زمان جهاد بود دیگه، زمان جهاد بود. و ولی به مناطق دوردست مثل پنچیر و بدخشان و این مناطق با اسب و پای پیاده و به ترتیب رفتیم. امنیت هم یک مقدار خوب بود. تا لوگر هم با موتر میشد کردن بیاد تا ازر لوگر. جناب رهین، شما در کمیسیون تصویب قانون اساسی زمان داوود خان عضو بودین. میخوام یک مقدار از او قصه داشته باشین که قانون اساسی در زمان داوود خان چگونه تصویب شد و با کدام کمی و کاستی ها. خب مرحوم داوود خان برعکس آخرین پادشاه افغانستان بابای ملت به این نظر بود که اول مملکت باید رشد اقتصادی کنه، بعدن ما بریم به طرف دموکراسی. و در جهان سوم چند تنی از رهبران به همین نظر بودن و امینا بودن که نهضت عدم انسلاک در باندونگ تأسیس کردند که مرحوم داوود خان بود، مرحوم سوکارنو بود، مرحوم جمال عبدالناصر بود و چند نفر دیگه. قانون اساسی مرحوم داوود خان که به تعقیب کودتای 26 سرطان روی دست گرفته شد، به تناسب قانون اساسی زمان پادشاه ناموزون بود. ولی در هر حال چون حکومتی بود که نظم و قانون برقرار کرده بود و به اون شیوه سابق امور اداری مملکت پیش می رفت، ایجاب می کرد که به او قانون هم اطاعت شود. به طور مثال نظام رژیم یک حزبی بود و در حالی که امروز دیگه نظام یک حزبی در هیچ حال مطلوب نیست، در او زمان هم مطلوب نبود. ولی چون در افغانستان اولین بعد از مدت ها که احزاب بسته شد و آزادی مطبوعات هم دیگه نبود، اولین بار بود که مسئله حزب مطرح می شد و از این جهت آدم می تونست امیدوار باشه که با آمدن مقدار شعور سیاسی ممکن است در آینده باز تعدد احزاب هم به وجود بیاید. بله بله. و در اون زمان شما در رأس فرهنگ و هنر افغانستان هم قرار داشتید. بله. یک مقایسه اگر داشته باشین، وضعیت هنر و فرهنگ اون زمان تا حال چه مقدار تغییرات آمده یا خیر؟ بله، تغییرات آمده. در بعضی عرصه ها کارهای بیشتر شده، در بعضی عرصه ها هم او زمان شکوفایی خود داشت. در زمان در دهه دموکراسی و بعد از او مخصوصا هنر تئاتر و سینما در افغانستان مورد توجه قرار گرفت، به خصوص هنر تئاتر. و این دو هنری که متاسفانه در زمان ما، یعنی در این دوره مرحله نوین حیات ملی ما بعد از اجلاس بن، هیچ مورد حمایت حکومت ها قرار نگرفت، مخصوصا هنر سینما. من شخصا به حیث وزیر اطلاعات فرهنگ او زمان، یعنی دور انتقالی پیش، از آغاز مجلس بن تا می دو سال پیش. بله بله. یعنی که شما در رأس وزارت دو دوره وزارت فرهنگ. دو نیم سال که من در رأس اداره بودم، همیشه به خاطر که هیچ نتونستیم جز تشویق‌های عادی، هیچ کمک عمده نتونستیم به رشد سینما بکنیم. یعنی شما تلاش خود را داشتین با رهبری وزارت؟ خب طبعا تلاش خود را داشتیم، به اینا نزدیک بودیم، در تشویق اینا نقش داشتیم، حتی در معرفی فیلم‌های از کارهای اینا به بیرون از افغانستان. من شخصا به مجلس یونسکو که در اونجا حدود 800 نفر از هنرمندا و روشنفکرا، تیپ‌های مختلف ژورنالیست‌ها و نویسنده‌های مشهور اروپا همه جمع بودن، فیلم اسامه را ساخته آقای برمک به نمایش ماندیم که سخت هم استقبال شد. از این نوع تشویق‌ها بله، ولی ایجاب می‌کرد که هم تئاتر و هم
هنر فیلم مورد حمایت مالی قرار می گرفت، چون هنرمندای ما یعنی چیزی فقط از خود استقبال شد و فقط کارهای تشویق و استقبال بنیادی شد. که باید صورت می گرفت نگرفت. البته هنرمندای ما با وجود فقر، با وجود هزار گونه محرومیت، باز هم تلاش بسیار کردند. اصلا هنر سالهای دراز است که مورد بیمهری قرار داشته در افغانستان، با تأسف باید گفت. و در سال اول، در سال اول بعد از اجلاس بن، در شب نوروز هنرمندای موسیقی ما در حد پریشان بودن که من مجبور شدم از سرمیاشت برشان چیزهایی که بر شب نوروز، بر سال نو، بر زن و اولاد خود یا بر شوهر و اولادای خود ببرن تقاضا کردم. تا این اندازه بیچارگی بود، اما کار میکردن، کار میکردن. و بعدها خوب در مسئله موسیقی کارهای خوبی کردیم و در سایر زمینه ها. ولی با پوزش که صحبت های شما را قطع میکنم، در زمینه موسیقی هم کارهای خوب را کردیم. واقعا چقدر چشمگیر بوده. اولا هنرمندای پیر و از پا افتاده را دستگیری کردیم و من شخصا برای رئیس جمهور وقت پیشنهاد کردم که اینا تا زنده هستن ماهی 10,000 افغانی معاش داشته باشن، که هنرمندایی بود از نوع طلامامد، بیلتون و شیر غزنوی و امثالشان که همه از پای افتاده بودن. محمد ایوب حتی چشمش درست نمیدید و درست را رفته نمیتانست و اینا نیازمند دستگیری بودن. باز در تأسیس ارکستر سمفونی رادیو تلویزیون ملی که قبلا داشت زمان مرحوم سرمست و مرحوم ننگیالی، ولی بعد همه چون موسیقی سخت مورد کم لطفی قرار گرفت، این ارکستر ها از بین رفتن و اعضا و رهبر ارکستر ها هم به هر کنج دنیا پراگنده شدن و در دیار غربت تعدادی از اینا وفات کردن. در هر حال در عرصه موسیقی بد نبود، اما چیزی که بر من غم انگیز بود وضع سینما بود که هیچ گونه کمک متاسفانه نتونستیم برشون. سوال در این زمینه دارم برای هنرمندان جوان که تازه به موسیقی روی آوردن، چه کارهایی را انجام دادین؟ آیا یک چارچوکات مشخص برشون ساخته شد یا نه؟ نباید ساخته می شد. هنر را نباید در چارچوکات خاص محدود کرد. به او ترتیب هنر فرمایشی میشه و هنرمند از جولان تخیل خود باز میمانه. به می ترتیب جوانا علاقمندی زیاد داشتن و دارن و امروز هم میبینند که به تعداد فراوان از نسل نو در عرصه موسیقی ظهور کردن. حرف شما درست جناب رحین، اما به نوع توسط هنر موسیقی فرهنگ کشورهای بیرون وارد افغانستان شد. خب تنها مسئله موسیقی نبود و موسیقی ما مدت‌های دراز بود که مورد تهاجم قرار گرفته بود، نه در زمان. و این ورود موسیقی غربی، موسیقی عربی و موسیقی ایرانی و ترک و تاجیکستان و ازبکستان خاصا موسیقی قدیم خود ماست و هر گونه انواع موسیقی که وارد وطن شده باشه خوب است، مشکل نداره. نه خیلی در هیچ حال، برعکس الهام بخش هنرمندای جوان ماست. اصلا هنر مرز نداره و از هر کنج جهان میبینن که دروازه همه ممالک دموکرات و پیشرفته جهان، حتی ممالک غیر دموکرات هم بر روی هنرها باز است. برمیگردیم به صحبت‌های پیشین شما. روزگار تلخی که در هفتم ثور 1357 به سراغتان آمد. بله، روز بسیار شوم و بدفرجام بود، اما روز بود که تا حال هم تلخیش تحمل میکنیم. و در روز ما در وزارت اطلاعات فرهنگ بودیم و دفتن ساعت 11 سر و صدا بلند شد و در
در قصر ریاست جمهوری در ارگ جلسه وزرا، وقت مجلس وزرا میگفتن، آل شورای وزیران میگن، دایر بود. و اولین کاری که ما کردیم در وزارت اطلاعات فرهنگ، کوشش کردیم که با تاکسی خانمایی را که باردار بودند به خانهایشان برسانیم. و با تاکسی به خاطر که موتر رسمی دور میدادند کودتاچیا. و بعدن پل باغ عمومی که پهلوی وزارت اطلاعات فرهنگ قرار داره، صحنه دردناکی بود از حادثه و خدا هیچ وقت دیگه به سر افغانستان روزه نیاره. جناب رحیم، شما رئیس رادیو کابل آزاد، رادیو صدای مجاهدین افغانستان هم بودین. بله. کدام سالها؟ در سالهای جهاد بود و من انتخاب شدم از طرف تنظیم‌های مجاهدین به ریاست رادیو. البته در این کار مستقل بود، مربوط تنظیم‌ها باز نمی‌شد. تنها ریاستش تنظیم‌ها انتخاب کردن. بعداً از حلقه های مختلف مجاهدین من خودم همکار انتخاب کردم تا از طرف همه باشه. نشرات این رادیو چگونه بود؟ اصلا این رادیو توفیه بعضی سازمان های روشنفکری فرانسه بود، سازمان هایی که بسیار فقیر بودن، اما باز هم کوشش میکردن که به ما کمک کنند با ارسال ترانسمیترها. و این ترانسمیترها ما برنامه های خاص به زبان های دری و پشتو و روسی ترتیب می دادیم و این ترانسمیترها را به قماندان ها، به فرماندهان جهاد و بزرگان جهاد روان می کردیم به داخل افغانستان. و مجاهدین در داخل فقط وظیفه داشتن که درست ساعت 8 شام کست بانن و به دست یک مجاهد بتن که برن در بالای کوه ایربانه و سویچ کنه. و قشون سرخ نمیتونست که دمی انتشارات بگیره به خاطر که در مناطق مختلف افغانستان ما این کار میکردیم. اینا نمیتونستند که به هر جای جمع کنن چون مصرف بسیار گزاف داشت. این کار در اول ماه رمضان یکی از سالهای بسیار داغ پشاور که همیشه هم داغ است، سال داغترین بود، آغاز کردیم. در آخر ماه جو سیاسی داغ بود. هوا جو سیاسی خب جو مخصوص خود زمان جهاد بود با همه زیبایی ها و زشتی هایش. ببخشید. باز در آخر ماه یک روزنامه مهم روسی نوشت که امپریالیزم به اشرار یک رادیو دادند که رادیو ضد انقلاب شکوهمند ثور تبلیغات میکنه. و اون نه از سیاهی بود نه از کسی دیگه بود، چند جوان نسبتا فقیر فرانسوی بود که امو سازمانشان لطف کرده بود. مقصدی است که بسیار زود اثر گذاشت، مخصوصا برنامه‌های روسی که خطاب به عسکر روس بود که ایوان تو چی میکنی؟ چرا از ایوانا دورستی؟ دوست دخترت پشت دق شده، تو به جایی که پیش او باشی تو را بزرگان مملکتتان که اقسم 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 هستن روان کردن نقطه 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 بله تا کلبه های فقیران روستایی افغانستان تخریب کنی، بیگناهان روستایی افغانستان بکشی. و این پیام ها تأثیرات هر شو مانده می شد کست های مختلف و اثرات خود گذاشت. به این خاطر هم بود که انعکاسش در یک روزنامه مشهور، آل یادم نیست نامش، پراودا نبود یکی دیگه بود، معلوم میشد که نارام شدن. بله. عرض کردیم که رنجیدین و به امریکا رفتین. چند سال امریکا موندین و چه کارها و فعالیت‌های داشتین یا نه؟ رنجش من به خاطری بود، هرچند حال تاریخ شده یاد کردنش نمیدونم تا چند روزه اهمیت داره. در دوران جهاد یک حکومت جلاوطن در پشاور درست شد و قرار بود بر یک سال باشه. در این حکومت خب بزرگان جهاد در رأس ریاست جمهوری و صدارت بودن دوتن.
و بقیه هم اکثر وزرا رهبران جهاد بودند و ما وظیفه وزارت مشاور در دولت اسلامی مجاهدی نداشتم. وقتی که یک سال گذشت ما به رهبرای محترم مراجعه کردم که یک سال حکومت موقت گذشت و ما در یک سال هیچ کار عمده هم نتانستیم بکنیم، بهتر است که دیگه این حکومت از بین بره، به خاطر که دیگه هیچ نوع مجوز شرعی و جواز قانونی بر ادامه کارش نیست و باید به طرف یک لوی جرگه بریم و الا مجاهدین ممکن است به سرعت به طرف ضعف برند در داخل افغانستان. این تقاضای من شنیده نشد و همو پاچا وزیری حکومت جلاوطن گویا مطلوب دوستا بود، به او خاطر دیگه من ادامه خدمت بعد سالهای دراز در جهاد افغانستان دیگه لازم ندید. و امریکا رفتین؟ در امریکا انجمن صلح و دموکراسی بر افغانستان بله. ایجاد کردین. چی کارهایی میکردین از بله. طریق انجمن؟ این انجمن صلح و دموکراسی برای افغانستان که با اشتراک تعدادی از اساتید و دانشمندای افغانستان ما تأسیس کردم در ایالت ویرجینیای ایالات متحده امریکا، خدمات زیاد کرد هم بر جهاد هم بر مقاومت و ما سمینارهای بزرگ داشتیم که بسیاری از بزرگان مملکت از هر طرف دعوت میکردیم و یک سمینار عرفان اسلامی داشتیم، فوق العاده چشمگیر بود. ما حتی در دوره وزارتم نتانستم با او عظمت یک سمینار دایر کنم. در تمام مسائل مربوط به افغانستان حضور مؤثر و مستقیم داشت در ویرجینیا و واشنگتن. بسیار عالی. در دوره انتقالی انگیزه‌ای که شما منحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ گزینه شدین چی بود؟ من در دوره انتقالی انتخاب نشدم. من از طرف مجلس بن انتخاب شدم که به اتفاق آرا تصویب کردند که من وزارت اطلاعات فرهنگ به پیش ببرم. این دوره اول وزارتم بود بر مدت 5-5.5 سال و باز دفعه دیگه پارلمان به من رای نداد. کسای چرا؟ به اینکه من را نمیشناختم و کسای اما هم کسای 5 سال و بیشتر کار کرده بودین و حتی امو کارها را نادیده گرفتن؟ اینا خبر نداشتن. امو کارها را ایده کوش کرده بودن که به اصطلاح وارونه نشان بتن و من هم در صدد اثبات چیزی نبودم. من فکر میکردم که کارکردهای من در او حد زیاد است که بدون کوچکترین تردید به من رای اعتماد میتن. متاسفانه که دستهای کار کرده بود و وکلای محترمی هم که از ولایات آمده بودن آشنایی نداشتن با ما و کارهای برعکس تصور ما که فکر میکردم با این کارها آشناستن و حتی اعتراض کردن. این دست ها جناب رهین چه اهداف شخصی داشتن که کار کردن تا این که بار دوم شما انتخاب نشین؟ و خب میدانید که ما در این حال که جامعه عقب مانده هستیم، جنگ زده هم هستیم،